برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد که ماه فوریه گذشته طوفانی در مناطق جنوب شرق آفریقا رخ داد که بسیار طولانی بود و تا به این لحظه جان 522 نفر را در کشورهای مالاوی، موزامبیک و ماداگاسکار گرفته و تلفات جانی همچنان در حال افزایش است. بررسی ها برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در حال انجام است، اما برخی اسناد به دست آمده حاکی از آن است که می توان این طوفان را به عنوان طولانی ترین طوفان طول تاریخ در کتاب رکوردها ثبت کرد. سازمان العمل الصالح از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامزلو در شهر بغداد در ادامه فعالیت‌های نیکوکارانه خود در روز 22 شعبان المعظم 1444 هجری ده‌ها بسته کمک معیشتی را به دست خانواده‌های ایتام و نیازمند این شهر رساند. این اقدام به مناسبت اعیاد شعبانیه و با همکاری شورای سیاسی عمل عراق انجام شد. این دومین محموله معیشتی است که به این مناسبت در ماه شعبان المعظم سال جاری توسط سازمان العمل الصالح به دست نیازمندان و ایتام میرسد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش موارد بازداشت، شکنجه و کشتن نظامیان حکومت پیشین از سوی طالبان در بخش‌های مختلف این کشور خبر می‌دهد. این کمیسیون با نشر اعلامیه‌ای با استناد به ویدیوهای منتشر شده در صفحات اجتماعی می‌گوید که طالبان نظامیان حکومت پیشین را به گونه‌ای ظالمانه بازداشت و شکنجه می‌کنند و سپس با ابزارها و روش‌های بسیار دردآور به قتل می‌رسانند. کمیسیون حقوق بشر همچنین مدعی شده است که برخی از دولت‌های منطقه از نظامیان حکومت پیشین به عنوان نیروهای رزمی در جنگ‌های منطقه‌ای استفاده می‌کنند. ائتلافی متشکل از 15 سازمان بزرگ اسلامی از چندین کشور از جامعه جهانی می‌خواهند تا برای مبارزه با احساسات ضد مسلمانان بیشتر تلاش کنند. روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی سازمان ملل هر سال در 15 مارس به یاد تیراندازی در مسجد کرایست چرچ در نیوزلند در سال 2019 میلادی که منجر به کشته شدن 51 نمازگزار شد برگزار می شود. در حالی که رهبران مذهبی و سازمان ها از این روز یاد بود قدردانی می کنند، اما معتقدند که به تلاش های بیشتر نیاز است، زیرا کارشناسان می گویند تبعیض علیه جوامع مسلمان در سراسر جهان در حال افزایش است.